درود بر شما، در روز نیوز با نقدی دیگر از اسلام با ما همراه باشین. لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید و با لایک و کامنت های خودتون ما رو حمایت کنید. در ابتدای این نقد لازم به بازگویی است که این ویدئو مناسب همگان نمی باشد. در کتب حدیث روایات زیادی در مورد بوسه محمد بر دهان و سینه های فاطمه موجود است که در این ویدئو تعدادی از این روایات را خدمتتان ارائه می کنیم. این مطالب تحقیقی است در این احادیث نوشته داوود احمدی، انتشارات صلوات قم 1388. امام صادق فرمود عایشه از روی حسادت گفت یا رسول الله، میبینم دهان فاطمه را زیاد میبوسی و زبانت را در دهانش قرار میدهی. پیامبر اکرم فرمودند بله، هرگاه مشتاق بهشت میشوم دهان فاطمه را میبوسم و زبان در دهانش میگذارم. من از فاطمه بوی بهشت را استشمام می کنم و بوی شجره طوبی را می یابم، زیرا او زنی آسمانی است. دقیقاً همین روایت در کتاب اعلام الورا نوشته ی عالم بزرگ شیعه یعنی علامه طبرسی صفحه 296 نیز آمده است. نکته قابل توجه این حدیث مغلطه مصادره به مطلوب شخص محمد است که بدین وسیله پاسخ عایشه را داده و دهانش را می‌بندد. محمد به عایشه می‌گوید بله، هرگاه مشتاق بهشت می‌شوم دهان فاطمه را می‌بوسم و زبان در دهانش می‌گذارم. پرسش اینجاست که در کدام نظریه علمی یا کدام فرهنگ و تمدنی انسان با گذاشتن زبانش در دهان یک کودک او را میبوید. جناب محمد که با اولاغ بالدار مبارکشان به معراج میرفتند و هر دم هوس بهشت میکردند، جبرئیل ایشان را با خود به بهشت میبرد، چه نیازی داشت که برای استشمام بوی بهشت زبان در دهان این دخترک بینوا کند؟ آیا نمی توانست در یکی از سفرهایش به بهشت از الله مدینه طلب یک شیشه عطر بهشت کند تا دست به چنین عمل شرم‌آوری نزند؟ آیا اگر پدر یکی از خود ما زبان در دهان خواهر 8-9 ساله ما بکند و یا هر شب سینه های او را ببوسد، به دید یک انسان کاملا نرمال به این پدر نگاه می کنیم؟ ابو جعفر محمد ابن علی ابن شهرآشوب در کتاب معروف خود مناقب و آل ابی طالب در جلد سوم صفحه 114 می نویسد امام باقر و امام صادق می گویند همانا رسول نمی خوابید تا اینکه گونه فاطمه را می بوسید و صورتش را در بین دو سینه‌اش قرار می‌داد. و نیز در کتاب کشف القمت اربلی در جلد دوم صفحه 95 آورده است رسول الله نمی‌خوابید مگر اینکه گونه فاطمه یا بین دو پستانش را می‌بوسید. و از جعفر صادق نقل است که رسول الله نمی‌خوابید مگر اینکه صورتش را بین دو پستان فاطمه قرار میداد. اما علامه مجلسی ستون فکری و نظری شیعیان در این باره می نویسد باقر و صادق می گویند همانا پیامبر نمی خوابید مگر اینکه صورت فاطمه را می گرفت و صورتش را بین دو پستان فاطمه می گذاشت. و در روایت دیگر اینکه یا گونه فاطمه را و یا بین دو پستانش را می بوسید. مجلسی در ادامه و در صفحه 55 و 77 این کتاب
روایات دیگری به این مضمون آورده که خلاصه ترجمه این روایات به این شرح است: رسول الله نمی خوابید مگر اینکه گونه یا بین دو سینه فاطمه را می بوسید. شاید دادن شرح خاصی در مورد این روایات از شدت و وقاحت عمل ایشان بکاهد. پس همین روایات را بدون کم و کاست خدمت شما دوستان ارائه می کنیم. همچنین مشابه همین روایات در کتب علمای اهل سنت نیز آمده که در اینجا به دو نمونه آنها اشاره می کنیم. در کتاب ذخایر العقبا از علامه حافظ محب الدین احمد ابن عبدالله طبری که در صفحه 36 کتاب خود با تیتر دهان او را می بوسید و زبانش را می مکید آغاز شده و اختصاص داده به احادیث مربوط به بوسیدن فاطمه توسط محمد است. رسول الله فاطمه را زیاد می بوسید. از عایشه نقل شده است: گفتم یا رسول الله، شما در هنگام بوسیدن فاطمه طوری زبانت را در دهانش می کنی انگار به او عسل می خورانی. محمد در جواب عایشه فرمود: همانا جبرئیل در شب معراج مرا وارد بهشت نمود و به من سیبی داد که آن را خوردم و از نتیجه آن سیب نطفه‌ای در سلبم شد و خدیجه فاطمه را باردار گشت. آنگاه که مشتاق به آن سیب شوم فاطمه را میبوسم. در ادامه این حدیث از ابن عباس مشابه همین موضوع را نقل می کند و این بار به جای سیب از میوه های بهشتی نام می برد. مشابه همین روایت در کتاب ینابیع المودت از کتب علمای اهل سنت نیز آورده شده است. البته تمام محدثین کمابیش همین داستان را با اضافه و کم کردن چند کلمه آورده اند و در این میان تفاوتی بین روایت راویان شیعی و سنی داستان وجود ندارد. تبریزی از علمای بزرگ شیعه که کتاب بسیار معروفی به نام المعتل بیزا فشرح خطبت زهرا نوشته، در روایت عجیبی به پستانهای فاطمه زهرا پرداخته و مطالبی را آورده که نمیدانیم آن را تعریف و تمجید یا توهین به ایشان تلقی کنیم، ولی قضاوت در این مورد را به شما بینندگان واگذار می کنیم. ایشان در مورد پستانهای فاطمه زهرا می نویسد: پستانهای آن حضرت بزرگ بود، به گونه ای که آن را از شانه اش به سمت پشت سر می انداخت و فرزندانش را از پشت سر شیر می داد. بنابر آنچه برخی از علمای آنها با استناد به روایتشان این مطلب را ذکر کردند. این روحانی بزرگ شیعه در صفحه دیگری از این کتاب نوشته که از بین پستانهای فاطمه بوی بهشت به مشام می رسید و محمد صورتش را شبان روز بین هر دو پستان فاطمه می گذاشت و آن را می بویید و از این کار لذت می برد. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. حال این سؤال در ذهن انسان خردمند پیش می آید که آیا این سرور زنان عالم پیش روی هر کس و ناکسی لباسش را بالا می داده که به کودکانش شیر بدهد، آن هم از پشت سر؟ و یا اینکه این لذت جویی جنسی محمد از این دخترک بینوا را این علما به عنوان یک برتری برای وی تلقی کردند و یا نشان دادن آزار جنسیش توسط محمد؟ سپاس از شما. تا ویدئوی دیگر، بدرود.